سلام. امروز میخوام راجع به لاته آرت با تو صحبت کنیم. خیلی از ما پرسیده بود که برای زدن یه لاته خوب توی منزل از چه المان‌ها و چه کارهایی باید استفاده کنیم. من میخوام امروز بهتون توضیح بدم که چه چیزهایی باعث استفاده یه شیر قهوه خوب یا همون لاته آرت توی منزل میشه. شما برای اینکه بتونید یه لاته خوب توی منزل بزنین، احتیاج دارین به یه پیچر مناسب، شیر مناسب، دستگاه اسپرسوی خونگی و یک عصاره مناسب. در ترکیب همه اینا با هم دیگه یک لاته با طعم زیبا خلق می‌کنید. خب ما برای اینکه بخوایم لاته آرت بدونیم اصلا چی هستش، یکی از بنیانگذارهای لاته آرت در کل دنیا آقای لویجی لوپی بوده که بنیانگذار یه سری پترن‌ها و حتی حرفه خود لاته آرت در دنیا بوده. هر ساله مسابقات لاته آرت در دنیا برگزار میشه به صورت رسمی، از همه جای دنیا و همه جای کشورها شرکت میکنن توش. خب اگه بخوام به صورت کلی براتون توضیح بدم، ما برای لاته آرت کردن از دو روش استفاده میکنیم. این روشش بهش میگن فری کورینگ که پیچر انجام میشه و یک روش دیگه هست به اسم ایچینگ که با قلم انجام میشه. توی منزل اگر که بخواید لاته آرت اجرا کنین، باید یک کاپ یا یک ماگ مناسب داشته باشین. بنا به سلیقه خودتون توی ماگ یا توی کاپتون، توی ماگ‌های مناسب، سایزهای مختلف یا توی کاپ میتونین لاته آرت کنین یا لاته درست کنین. ولی یه حجم استاندارد داره که بخوام بهتون بگم تقریبا بین 270 تا 300 میلی لیتره که بنا به سلیقه شما که دوست دارین قهوه‌تون شیرش بیشتر باشه یا کمتر باشه، این سایز متفاوته. شما ممکنه توی منزل، توی فیلم، عکس یا حتی کافه‌هایی که رفتین، کافه لاته که براتون سرو شده، طرح‌های متفاوت یا طرح‌های مختلفی روش بوده باشه. همه این طرح‌ها از یک سری طرح‌های بیسیک به وجود اومده که ما سعی می‌کنیم توی اسلاید‌های بعدی بهتون آموزش بدیم. فقط اگر طرح خاصی مورد نظرتونه حتما برای ما کامنت کنید زیر این پست. مرسی.